سودمندترین داروها دعا است. یکی از قوی ترین داروها دعا کردن است. حالا دعا شرایط داره که باید چی شرایط در دعا باشه که به خاطر رفع مشکل ما کارا باشه و کار آمد باشه. اول اصرار در دعا. اصرار در دعا از مهمترین بخش قبولی دعا است. ابن ماجه در سنن خود از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه: من لم يسأل الله يضب عليه. کسی که از خدا سوال نمیکنه، الله متعال بالاش خشمگین میشه. تو چقدر بی‌نیاز هستی؟ خب ما و تو توانایی یک تحمل زمستان یخش نداره، تحمل یک دندان دردی رو نداریم، با وجودی که میفهمی که به این اندازه ضعیف هستی که ضعف تو گاه وقت تحمل یک درد که تو نمیداشته باشی، میفهمی که قدر ضعیف هستی، بازم به خدا مراجعه نمیکنی. من لم يسأل الله يضب عليه. فرق خدا و بنده هایش، فرق خدا و مخلوقش به حد هست. از کسی اگر سوال کنی از یک مخلوق، شاید کم بالات قهر شود. الله متعال اگر ازش سوال نکنی سرت قهر میشه. اصرار بکن در دعا کردنت، زیاد اصرار بکن. از دعا خسته نشه هیچگاه. دعا بی نتیجه نمیشه، هیچ دعایی بی نتیجه نمیمه. حتی اگر دعایی باشه که متوجه نبودی، ولی بالاخره یک جای مینشینه، یک لحظه تو در عبادت بوده. عایشه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، عایشه رضی الله عنها: ان الله يحب الملحين في الدعاء. الله متعال الحاح کننده ها در دعا را خیلی دوست داره. همی که میگه ربنا 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 ربنا، اللهم ای خدای ای خدای، به هر زبانی که میگه، به هر اندازه‌ای که اصرار میکنه، خدا خوشش میاد. ان الله يحب الملحين. الحاح در دعا، اصرار در دعا را گفته میشه، زیاد اصرار میکنه. خدای مشکل دارم، بارها دعا بکن، سالها دعا بکن، ماها دعا بکن، بالاخره اگر قبولم نشود عبادت خواه هست. ان الله يحب الملحين في الدعاء. مورق رحمه الله میگه مؤمن را من هم چون شخصی در دریا بر روی تخته یافتم که پیوسته دعا میکنه که پروردگارا پروردگارا. وقتی تو دعا میکنه، طور فکر بکن که در یک کشتی سوار هستی و حالت دریا طوفانی هست و اگر من دعا نکنم غرق میشم. و دعای چه قسم خواهد بود؟ دیگه چیزی نخواد گفت، فقط اما دعا بود: خدای نجات بده، خدای نجات بده، خدای نجات بده، خدای نجات بده. شاید هزارها بار بگوی. مورق رحمه الله میگه حالت در وقت دعا چنینی باشه. دوم، شتاب زدگی نباشه، عجله نباشه در دعا. گاهی وقت ما عجله میکنیم، حالا خیلی دعا کردم هیچ مفید واقع نشد. بیشتر در ابتدا یادآوری کردم که حسرت زده نشوید. ما پیشتر گفتم که الله متعال ذات قدرتی است، نه ابزار قدرتی. او در وقتش برات میده. گاهی اوقات شاید یک دعای در زمان قبول شود که خودت بگی خوب شد که در او وقت قبول نشد، آل قبول شد. آل به طور مثال یک کسی تصمیم ازدواج داره، تصمیم ازدواج، جوان ها دیگه زیاد گپا رو خوش داره، تصمیم ازدواج داره، خیلی اصرار میکنه که با فلان شخص ای کاش من ازدواج کنم، با فلان شخص، چه دختر باشه چه پسر باشه، کاش با فلان شخص. دعا میکنه، دعا میکنه، دعا میکنه، یک سال، دو سال، سه سال، اما یک چند وقت بعد میبینه که او کسی نامزد شده. یک دفعه نامیدی برش پیدا میشه که چی قسم شد. ولی دو ماه بعد در یک جای با کسی ازدواج میکنه که با خود میگه خوب شد که اون نشد، ای شد. ما نمیفهمیم، ما فقط یک چیز را در ظاهر ذهن خود زیبا میسازیم. ولی تو پولدار باشم، ثروتمند باشم، چوکی باشه، قدرت باشه، به اصطلاح ما شما کش و فش باشه، ای تو خانم باشه، خوب تصویر سازی میکنه. اما الله متعال تصویر خوبتر از تو کرده، وقت برای ساخته آماده کرده. بخاری حدیث روایت کرده که میگه دعایتون قبول میشه تا زمانی که عجله نکنن. حتی رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه، میگه اگه انسان دعا میکنه، دعوتو فلم یستجب لی، میگه دعا کردم قبول نشد. این قبول نمیشه، حالی براتون میگم، پیشتر یادآوری کرده. تو که به این یقین داشته باشی که دعا قبول خواد شد یا نخواد شد، یقین داشته باش قبول نمیشه. اگر یقین داشته باش که دعا قبول میشه، یقین داشته باش و باور داشته باش که دعایت قبول میشه، پذیرفته میشه. مسند احمد حدیث را روایت کرده، رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه، میگه بنده ها در خیر هستند تا زمانی که در دعا عجله نکنن. در عجله یعنی نتیجه دعا رو زود نخواهید. گاهی وقت در دعایتون لاعقل همی باشه. او روز یک کسی تماس گرفته بود، گفت من
یک چیز را میخواهم، دعا میکنم دعای من قبول نمیشه. ما گفتم شاید در خیرت نباشه. گفت اگر ای تو دعا کنم که خدا یه چیز در خیر من بگردانه، ممکن است. گفتم ما دعا کن، شاید خدا اون چیز را در خیر تو بگردانه. برای خدا خود ممکن نیست. میشه که الله متعال او را در شر تو نوشته کرده باشه، تو دعا کن که او در خیر تو شود. سیوم مشکلی که در دعاهای ما وجود داره، حضور قلب در دعا نیست. بیشترم یادآوری کردم. حالا مگر روی ما طرف پشت سر باشه با شما صحبت بکنم، در دو دقیقه خسته میشه. یک روزی یک شاگردی از استاد خود پرسان میکنه که استاد گرامی، ما چرا خدا را نمیبینیم؟ خب دقیق باشه، چرا خدا را نمیبینیم؟ استادش از پیش روی صف پشت سر صف رفت، پشت سر شاگرد خود رفت، گفت مرا میبینی؟ گفت نه خیر جناب استاد. گفت شاید به خدا پشت کرده باشه که خدا را نمیبینی. ما گاهی اوقات در دعای خود به خدا پشت میکنیم. روبروی خدا باش، میتونه که یک جای موقعیت برای خدا تعیین میکنه، یعنی حضور در قلبت باشه نسبت به خدا، که خدا حضور داره میبینه. الا لم تكن تراه فانه يراك، اگه تو خدا را نمیبینی خدا تو را میبینه، فریادت را میشنوه. مردی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که از جمله انصار بود، عادتش تجارت بود، وظیفه‌اش تجارت بود، گاهی وقت پول بعضی مردم را میگرفت، سر تجارت میکرد، به اونها فایده میداد. یک روز در مسیر راه تجارت، راهزنها، دزدها و کاروانی از دزدها پیش روی استاد شد و ایر استاد کرد، توقف داد، گفت خب شخص گیری ما آمد، هر چقدر پول داری بپرداز، بعد از حرکت بکن. یه از اصحاب رسول الله هست. گفت هم پولیت میگیریم، مالی که داریم مالت میگیریم، و در نهایت از بینت میبره، قتل میشه. او برش گفت که شما خود پولی مرا کار دارین، شما خود ثروت مرا کار دارین، شما خود مالی که در نزد ما هست او را کار دارین، من براتون میپردازم، من رها بکنم. گفت نه خیر، خون تو هم در کار ما هست. ما عادت مایی کار روزمره ای ماست که در ضمن از اینکه ما مال تو را میگیریم، خون تو هم برای ما خیلی میتو مباح است، آسان میریزانه میشه. گفت خیلی اجازه بدین که من 4 رکعت نماز بخونم. گفت 8 رکعت بخون، اجازه داره، هیچ مشکلی نیست، بخون 4 رکعت نماز تو بخون، ادا بکن. این نماز خود ادا میکنه، در سجده دعا میکنه که الله متعال مرا کفایت کو از شر لس. لس در عربی دزد رو گفته میشه. مرا کفایت کو، به داد ما برس. دمی حالت است که در وقت دعا کردن در سجده، که یک کسی یک بالای یک اسب تیزروی روان هست، شمشیر در دستش است، بالای نزد یم دزد می، دزد سرش میزنه، سرش میزنه اون طرف، می اندازه که از نماز خلاص میشه، که دزد دوجی افتاده و این نفر بالای سرش استاد است، می کسی که دزد را زده، راهزن را زده. این حالت را که میبینه میگه تشکر است تو که به این حالت با داد من رسیدی. گفت کی هستی؟ گفت من از ملائک پروردگار هستم، از فرشته ها هستم، از جمله ملائک بوده. گفت دعای اول که کرده، در دعای اولت گفت که یا مغیث اغثنی، ای الله به داد من برس، ای کسی که فریاد را میشنوی، فریاد من را بشنو. گفت امو لحظه ای که در دعای اولت بودی، در آسمان ها یک صدای ترق و ترق به اصطلاح ما شما، یک صدا شد در آسمان ها. گفت دفعه دوم که گفتی، فریاد از اهل آسمان شنیده شد که در فلان جا یک شخص مشکل داره. گفت دفعه سوم که گفتی، گفت به من گفته شد که فلان جا یک شخص ناراحت در حال دعا از خود را برسان داره میشه. گفت من از خدا اجازه قتل انسان را خواستم، گفت اجازه داد. گفت من از او جا آمده. گاهی اوقات ایترون میشه، فقط با فرصت خیلی کم، زمان خیلی کم، میشه که یک کار ناممکن به ممکن تبدیل شود. فقط یک اندازه حضور قلب باشه، اعتماد به پروردگار باشه، یقین به پروردگار باشه، به زودی قبول میشه. در غیر صورت که یقین نباشه، تمرکز نباشه، حضور قلب نباشه، خود در خود ذات دعا مشکل باشه، تو زودتر اصرار در دعا نکنی و عجله در دعا داشته باشه، فکر نکنم قبول شود.